درس هشتم، حرف با صدای او. سومین حرف با صدایی که ما امروز یاد میگیریم حرف اوه که دو تا شکل داره. اگر اول بیاد به این شکله، برای نوشتن این شکلش یه دایره کوچولو روی این خط میکشیم به این صورت و یه شکلی مثل ر بهش میچسبونیم. به این میگیم اوی اول. اگر که اول نباشه فقط به این شکله بهش میگیم اوی دوم. این اوی دوم حتما باید که روی خط باشه. این اوی اولم همه جا میاد ولی همیشه به این فرمه و به این شکله. اول میاد، وسط میاد، آخر همه جا میاد، منتها به این مدله. حالا چند تا کلمه باش میسازیم. قبل از اینکه کلمه درست کنیم بگم که این به این او چسبیده شده. به او میشه بو، نو، دو، رو، رو، زو، مو، لو، تو، سو. خب کلماتی که میسازیم، مثلا اینجا ما داریم ل، این ل رو اینجا من مینویسم، ل میشه ل. حالا یه دونه بو بهش اضافه میکنم. بو کدومه؟ این. ببینید با اضافه کردن اینا کنار هم میتونین کلمه بسازین. شد لبو. حتما میدونین که لبو چغندر وقتی که میپزیم میشه لبو. میخوام بنویسم زنبور. بخشش میکنم دو بخشه. بخش اول زن، بخش دوم بور. خب زن یعنی چی؟ یعنی ز، ا و یه دونم ن، میشه زن. بور یعنی چی؟ ب، او و یه دونه ر. اینم می نویسم ب، اوی دوم. ما بیشتر با اوی دوم کار داریم. و ر، زنبور. کلمه بعد من حرف با صدای آ رو دیگه اینجا ننوشتم چون خیلی تکرار کردیم. فکر میکنم که دیگه آ رو یاد گرفتید. د آ میشه دا. حالا یه دونه از این رو میذارم کنارش، میشه چی؟ دارو. دارو همون چیزی که دکتر میده که مریض حالش خوب بشه. دارو. میخوام بنویسم سوزن. بخشش میکنیم سوزن. دو بخشه. بخش اول سو. سو یعنی چی؟ یعنی این که اینجا نوشتم. س و او میشه سو. بخش دوم زن. زن یعنی ز، ا، ن، سوزن. یه کلمه دیگه می نویسم که فکر می کنم بشناسین این کلمه رو. می خوام بنویسم سمنو. سمنو حتما خوردین که مال پای هفت سینه. بخش میکنیم سمنو. سه بخشه. بخش اول س. س یعنی چی؟ یعنی س. ا. اینجا داریم س. بخش دوم م یعنی این. شد م. بخش سوم نو یعنی چی؟ یعنی این. پس ببینین چقدر آسونه که اگر شما اینا رو یاد بگیرین خیلی سریع میتونین فارسی رو یاد بگیریم.
پس شد سمنو. خب یه بار من اینا رو تکرار میکنم. لبو ل ا میشه لب او بو. زنبور ز ا ن زن ب او ر بور. دارو د آ ر او دارو. سوزن س او سو ز ا ن سوزن. سمنو سبخشه س ا س م ا م ن او نو سمنو. خب از روی هر کدوم از این خط ها دوبار بنویسید تا درس بعد. تمرین درس هشتم. شما در درس هشتم صدای او رو یاد گرفتی. حالا چند تا کلمه اضافه دیگه یاد میگی. میخوام بنویسم زنبور. بخش میکنم اول زنبور. دو بخشه. بخش اول زن یعنی ز ا ن زن. بخش دوم بور یعنی ب او و ر بور. بور همینه، فقط یه ر آخرش. زنبور اینو شما باید بگید. یه دونه ت هست و او هم بهش چسبیده. ببینم میتونیم، چون اینا رو قبلا براتون توی درس‌های دیگه نوشته بودم این قسمت رو. خب این شد ت او تو ر آ ن توران. اسم خانومه. را زنبور توران را زد. ز ا د. جمله تموم شد. حالا کلمه بعد میخوام بنویسم سوزان. سوزان ببخشید. دو بخش. بخش اول سو یعنی سه و او سو. زان یعنی چی؟ یعنی ز آ نه. ببینید الان این زان چقدر شبیه به این رانه، منتها این یه نقطه اینجاش داره شده زان. سوزان آلبالو. بخش کنیم. آل یعنی آ و ل کوچک. با یعنی به آ. آل با لو. لو یعنی چی؟ یعنی ل و او. سوزان آلبالو. دوست د او. باز د او اینجاست. دو. حالا س صدای س میشنویم. ست ندارد. ن ا دارد. ندارد دیگه خیلی در درس ها تکرار کردیم. پس شد کلمات جدیدی که با او امروز خوندید زنبور توران را زد. زنبور رو بخش میکنیم ز. زن بور دو بخشه. بخش اول زن ز ان. بخش دوم بور ب او ر. توران ت او میشه تو ر آن توران. سوزان دو بخشه. س او سو ز آن سوزان. آلبالو آل بخش اول ب
به آبا آلبا ال اولو آلبالو دوست یک بخش ده او ست دوست. خب از روی هر کدوم از این خط ها دوباره بنویسید تا درس بعد.